ما درخواست ویزای بیزنس 11 داده بودیم واسه کانادا و ریجکت شدیم. در این حال میخوام ببینم که ما واسه استرالیا بخوام اقدام کنیم، این ریجکتی واسه ما پوینت منفی داره یا خیر. و اینکه من الان میخوام اسکیل ورکر، چون من دیگه چون سنم بالاتر 45 ساله دیگه نمیتونم متاسفانه خودم من اپلیکنت بشم، باید از طریق همسرم وارد بشیم. میخوام ببینم که چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید واسه همین اسکیل ورکر، یا اینکه هر پیشنهاد دیگه شما برای ما داشته باشید. ببین کیستون خانومتون امتیاز سنش 15، امتیاز مدرک تحصیلیشون 15، امتیاز سابق کارشون هم حالا بیاین فرض رو بر 15 فعلا بگیریم، ایران بودن دیگه، ایشون بعد از لیسانس رو قبرس خوندن بعد تو ایران بودن. بله بله. خب اونجا 15 تا میگیرن میشه 45 تا. خب 45 امتیاز دارن، حالا ما اینجا یه 5 امتیاز کم داریم. خب بله. یه 5 امتیاز کم داریم، اون 5 امتیاز رو یا باید خودشون پی تی ای 65 بگیرن، بله، جبران بشه، یا باید آزمون ناتی بدن، بله، ناتی شرکت کنن، 5 امتیاز ناتی بگیرن، یا شما به ایشون 5 امتیاز کمکی رو زبان بدید. آها، فقط روی زبان میتونم بدم؟ فقط روی زبان. روی تمرکز هیچ چیزی نمیتونیم امتیاز بدیم؟ نه، فقط زبان. فقط زبان. بس آره. شد یا اینکه خودشون اون امتیاز جبران کنن، یا اینکه شما بیاین رو زبان به ایشون امتیاز کمکی بدین. خب که ما به اون کف امتیاز 50 برسیم که بتونیم با برسه کف امتیاز 50 اقدام بکنیم. درسته. درست شد. حالا کیسشون هم اوکیه، یعنی از نظر کیسشون شرایط به نظر من شرایط خوبی دارن، میشه اقدام کرد. آره. یک مسئله میمونه، یعنی ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله اون 5 امتیاز کسری مونه که باید جبران کنیم، یه مسئله هم مسئله کانادا تونه. در کانادا ظاهرا یه چیز دیگه اعلام شده رو کیس ایشون. خب بله بله. خب حالا ریسکی که وجود داره چیه؟ اینه که آفیسر شما بیاد بره تو پرونده کانادا تو، یعنی زنگ بزنه به اداره مهاجرت کانادا و از اداره مهاجرت کانادا اطلاعات بگیره که این تو پروندهش چی نوشته. احتمال چند درصد داره که این کار رو انجام بده؟ من به شما میگم در 12 سال گذشته که من بالاخره حالا 5-6 سال به صورت سنگین و قبلش هم نیمه سنگین دارم کار میکنم، تا به حال نشیدم کسی زنگ بزنه و میتواند زنگ بزنه. من ببخشید میونه صحبت رو میتونم یه توضیح بدم؟ حتما. این چیزی که عرض کردیم خدمتتون که یه چیز دیگه اعلام شده مربوط به پرونده توریستی بوده، مربوط به 311 من بودم مین اپلیکنت، ولی تو پرونده توریستی که اون وکیلی که برای ما زحمتش کشیدش کار انجام داد که ویزای ملکی 5 ساله گرفت، یه چیز دیگه اعلام کرده. اون فقط همین که اون پرونده توریستی بوده که چیز شده، این پرونده مهاجرتی مربوط به من بوده و اون هیچ ثبت نشده. یعنی خانمتون اطلاعات ثبت نکرده تو اداره مهاجرت؟ نه 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 نه، واسه مهاجرت چیزی ما ثبت نکرد، میگفتیم اون چون به خاطر نقطه ضعفی که داشته گفتیم میاد به صورت توریستی میاد اونجا، البته راهنمایی میکردش وکیل کانادا و راهنمایی میکرد، گفت شما وقتی وارد اونجا میشید ایشون با توریستی میادش اونجا و ویزای توریستیش خود به خود تغییر پیدا میکنه به چیز، به همون اوپن ورک پرمیتی که همسر شما هستش. ببین سوال مشخص اینه، خانم شما تو پرونده چیزی تحت عنوان مغایرت با چیزی که ما الان میخوایم اعلام کنیم اعلام کرده یا نه؟ سوال مشخص. تو پرونده مهاجرت نه، ولی تو توریستی اعلام شده. نه آخه ببین، تو پرونده مهاجرت با توریستی فرق نداره، توریستی هم پرونده مهاجرتیه. بله. ما خب در سازمان مهاجرتی کانادا میگیم. اون دو سال قبل درخواست داده بود، قبل از اینکه ما درخواست این ویزای کارآفرینی حالا 13 نمیدونم چی اسمش اونو بخوایم بدیم، 2 سال قبل ویزای توریستی رو گرفته بود و با مدارکی با اطلاعاتی که حالا اشتباه توش وارد کردن، یعنی به عمد اشتباه وارد کردن، ویزا رو گرفته. ولی به خاطر همین نقطه ضعف توی پرونده من که درخواست مهاجرت دادم واسه کارآفرینی داده شغل مثلا رستوران اونجا، من هیچ اطلاعاتی شغلی یا تحصیلی شما یه لحظه یه کم میدونی مشکل اینه که شما رو نکته من تعامل نمی کنید، مشکل من اینه. الان ببین موضوع ساده است، پیچیده‌اش نکنیم. خانم شما سوابق شغلیش رو در کانادا اعلام کردی یا نه؟ ساده بکنیم موضوع رو. بله بله. تحت هر عنوان ویزایی که شما بگید اسمش رو. بله کردی.
درسته. اعلام شده. بنابراین اونجا یه ریسکی ما داریم. یه ریسکی ما اونجا داریم که آفیسر مهاجرت استرالیا بره ریجکتی شما رو پیدا کنه، ما مشکلی باش نداریم. ما هم بهش نمیگیم ریجکتی نداشتیم، ما هم میگیم ریجکتی داشتیم، ریجکتی داشتیم. بله. ولی مسئله اینه که در آن ریجکت مغایرت، من تو 12 سال گذشته ندیدم تا به امروز کسی بره مغایرت در بیاره تو استرالیا از پرونده کانادا. دیدم کسی به من نگفته ریجکت شدم، آفیسر استرالیا اومده گفته اینکه کانادا ریجکتی داشته. اینو داشتم من در این لول، ولی در لولی که بره تو جزئیاتش بگه اونجا اینو گفته اینجا اینو گفته، من نداشتم، من ندیدم. یعنی میگم ندیدم، حتی اطرافیانم هم ندیدم کسی بیاد بهم بگه، به گوشم نخورده. ولی آیا میتواند این کارو بکند؟ بله میتواند، اگه بخواد میتونه بره تاش در بیاره اگه بخواد. شما چاره ای نداری، شما که کانادا ریجکت شدی چاره ای نداری جز اینکه ریس بکنی، کاری نمیتونی بکنی. درسته، چاره دیگه ای نداری شما. خب این مدارک زبان مطمئنن بخواد امتحان بده زمان بره. ما میتونیم این کارو شروع بکنیم، استارتشو بزنیم، اونو بعدش چیز کنیم. من ما اول اسسمنت میگیریم، اسسمنت زبان نمیخواد. بعد که اسسمنت رو گرفتیم، حالا شما اون اسس 3 سال اعتبار داره، ولی ترجیحاً هر چه زودتر بهتر زبان شما بیارین دیگه. بله بله. بذار اول یه سوال کنم بعد توصیه‌مو بگم. الان فرض کن جلسه امروز تموم میشه. بله. خب تصمیم شما چیه؟ میخواین چیکار کنید؟ ما برنامه‌مون بر رفتن. نه نه، اونجوری کلی نکنیم بحثو. الان جلسه ما تموم میشه، امروز شما چه تصمیمی میگیری برای مهاجرت؟ تو منظور اینه جو با جزئیات. خب مطمئنا باید یه برنامه ریزی بکنیم واسه امتحان زبانه، در این حال هم باید شروع کنیم از این طرف تشکیل پرونده بدیم که کارمون چون خیلی من سنم زیاد 46 سالم و واسه اینکه بخوام یه کار جدیدی رو بخوام از اول توی مملکت جدید شروع کنم، ماه به ماه واسه به نظر من حیاتیه. نه نه، ببین سوال من اینه، ببین سوال من میگم امروز شما چه تصمیمی میگیرین؟ تصمیم یعنی این که یه کار عملیاتی میکنید. مشکل درسته. شما الان اینه به نظر من. درسته. نه واسه زبان یا کلا واسه مهاجرت؟ ما اول برای مهاجرت تصمیم میگیریم بعد میریم سراغ زبان. درسته. برعکس نمیتونیم بریم جلو، چون مهاجرت شروع میشه، استپ اول کارش انجام میشه، بعدا زبان به کار اضافه میشه. درسته. خب مطمئنن باید اقدام عملی بکنیم واسه اینکه شروع کنیم واسه همون اسسمنت و بقیه تشکیلاتش دیگه. حقیقتش میدونی چیه؟ ما 2 سال زمان گذاشتیم واسه این پرونده، شو خیلی هم مطمئن بودیم که کارمون 100% انجام میشه. 2 سال زمان گذاشتیم و بلا تکلیف بود. و اینکه الان این که شما میفرمایید، فکر میکنم بابت اینه که خب ببینید اولویت اول تمام جریان زندگی هست یا نه، درسته؟ دقیقاً. و اینکه نه تنها اولویت اول، من اعتقادی که دارم از رو 5000 مشاوره مهاجرتی، 5000 تا. بله. و چیزی که الان من در شما میبینم یه مقدار گنگ بودنه. یعنی ما تا روزی که گنگ نیستم، موضوع اینه که 2 سال از عمرم همینطوری گذشت. ببین الان رفته، چیکارش کنیم؟ خب کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. الان این جریان مهاجرت در کنار جریان عادی زندگیم پیش بره، اینطوری کارم استند بای نمونه که ببینم این تکلیفم چی میشه. به خاطر باید این باشه، باید این باشه. ببین ما بذار یه سوال از شما کنم. الان به نظر شما، شما برای ویزا تصمیم میگیری یا برای مهاجرت؟ نه برای مهاجرت. اشتباه روتین افراده. شما باید برای ویزا تصمیم بگیرید نه برای مهاجرت. آها. مهاجرت وقتیه که ویزا دستمون باشه. شما روزی که ویزا رو گرفتی برای مهاجرت تصمیم بگیر اون روز. الان که نه برای مهاجرت، شما الان زندگی عادی رو بکن، کار کن، حتی میخوای بچه مثل شما، مثال میگم، حالا نمیدونم شما یه نفر میخواد تصمیم بگیره بچه بگیره، بچه بیاره. خیلی یار من میگم دقیقاً همین موضوع اشتباس. همین چیز. شما بچه‌رم بیار اصلا نه وایسی برای مهاجرت. شما برای ویزا داری اقدام میکنی. ممکنه الان که دیگه حرفم خیلی عملیاتی تر شد، چون کیس عینیش روبروم وایساده. الان من به همه میگم تو 95% ویزایی، ولی بیا فکر کن 5% شده چیزی از کنترلت خارج شد. درسته. تو روزی که ویزا گرفتی، حالا برو برای مهاجرت تصمیم گیری کن، نه روزی که ویزا نداری برای مهاجرت تصمیم بگیری. این باعث میشه زندگی تو قفل کنی. شما الان یه تصمیم مالی داری میگیری، مالیه، فقط و فقط مالیه تصمیم شما، مالی، ویزا. یعنی این ورنا کن، این ور کفه ترازو ویزا، این ور پول. شما پول میدی ویزا میگی. حالا ویزا رو گرفتی؟ مهاجرت.
تصمیم گیری میشه. اصلا خیلی ویزا میگیرن، اینکه کارشون درسته یا غلط من کاری ندارم، ولی بعضیا ویزا میگیرن اصلا ویزاشون استفاده نمیکنن، دوبار سه بار میرن کانادا و استرالیا رو میبینن میان. من الان خودم که اینجا نشستم اقامت دائم کانادا رو دارم، ولی آیا من ازش استفاده کردم؟ در حد سالی یه بار مثل توریست رفتم به کانادا و برگشتم، چون من رفتم استرالیا ولی اقامت دائم کانادا رو هم گرفتم. آیا من به کانادا مهاجرت کردم؟ نه، من ویزای کانادا دارم، هر روز دلم بخواد مهاجرت میکنم، هر روزم نخوام میتونم سفر کنم به کانادا. بس همینه. درسته. شما الان بهترین تصمیمی که بهتون به نظر من کمک میکنه و باید اون تصمیم بگیرید، من کاری ندارم با من باشه یا با دیگری، مثلا من به اون کاری ندارم، من دارم به شما اینو میگم، با هر کی دلتون میخواد تصمیم بگیرید. الان فقط و فقط و فقط و فقط تصمیمه که به شما کمک میکنه، نه چیز دیگه. تصمیم چیه؟ تصمیم میتونه تو 5 ثانیه گرفته بشه، نه 5 سال یا 5 ماه، چون کیس شما که معلومه داستانش چیه، ریسکش هم که معلومه چیه، ریسکش عدم تطابق با کاناداست. تصمیمش دیگه چیز دیگه. کیستون هم شانس داره، 5 امتیاز هم کسری داره، اون 5 امتیاز کسری هم معلومه از کجا باید به دست بیاد، یا همسر پی تی بگیره، یعنی آرس 7 بگیره، یا پی تی 65، یا همسر آزمون ناتی بده، یا آزمون ترجمه زبانه که سخت نیست، یا شما بری زبان بیاری، اون 5 امتیاز جبران بشه. اینا همه این المان ها همه معلومه، پشت سر اینها یه دون تصمیم نیازه که شما بزنی و بیای تو پروسه. اینه به نظر من تای داستان. خب یعنی شما با تمام این تفاصیل، یعنی پیشنهادتون اینه که ما شانس داریم، آینده هم شانس داریم واسه این کار دیگه. اگر که تناقض کانادا رو کنار بذاریم، که احتمال خیلی پایینی میدم روش به مشکل بخورین، اگه اون کنار بذاریم و با فرض این که شما اون 5 امتیاز رو جبران کنین، با شرایط امروزی که درش هستیم بالای 95% درآمد میگیرید، بالای 95% با شرایطی که امروز، چون الان توی رشته شما با 50 امتیاز دارن درآمد 491 رو میدن. فقط میمونه شما اسسمنت رو بگیرین، بیاین یه دونه نمره زبان، یعنی اون 5 امتیاز کف خودتون رو برسونید. این دوتا کاره. وگرنه اگه مثل امروز بمونه همه چیز، به نظر من 95% تا 100% درآمد نمایید. چه برهی از زمان فاصله داریم؟ یعنی زمان داریم که بتونیم از زمانی که اسسمنت واسمون میادش ما بتونیم این مدرک زبان به شما برسونیم؟ اسسمنت 3 سال اعتبار داره. خب این شمایی که تصمیم میگیرید تو چه برهی از زمان بیای و بری توی رقابت دعوتنامه. شما اسس گرفتی فرداش زبان بیار، شما اسس گرفتی 3 ماه بعد زبان بیار، هر روزی زبان آوردی میری تو سیستم دعوتنامه رقابتی. آها. که این روزها رقابت بسیار بسیار خوبه، یعنی سبک شده رقابت این روزها، قدیم مثلا بسیار سنگین بود، این روزها بسیار خوب شده. شما اسس رو میگیری، زبان رو هر روزی گذاشتی بغلش، میتونی بیاری تو سیستم. خیلی عالی، ممنونم از محبتتون، این خیلی امید بخش بود واسم. ممنون از لطف شما.